من وقتی نگاه به طبیعت میکنم، طبیعتاً نگاهم به اقلیم جغرافیایی است که توش زندگی کردم و دارم زندگی میکنم. و خب طبیعت ایران چند بخش داره واقعاً و از این نظر خیلی تنوع داره. ما جنگل داریم، ما دشت داریم، ما کویر داریم و این المان‌هایی است که میتونه طبیعت ایران رو مشخص کنه و هر کدوم از اینها توی اون بخش طبیعت یک دوره‌هایی رو برای من تشکیل دادم. من دوره‌های کاری دارم که درختان انبوهی مثل جنگل هستن، دوره‌هایی که دشت‌های خشک و ممتد هستن با خطوط افقی و گاه پیچان. و خب نگاه من به کویر و دشت‌های کویری چون نگاه یک آدمی نبودی که اونجا به دنیا آمده باشه، یعنی من به عنوان یک کسی که از بین این طبیعت حرکت میکنم و عبور میکنم به اون بخش کویرها نگاه کردم و خواستم موقعیت خودم رو اینطوری اونجا نشان بدم. ولی خب اون قسمت هایی که من یا خاطرات طولانی باش دارم مثل روستاهای مناطق کوهستانی که ما خیلی اونجا یلاق میرفتیم و پدرم هم از اهالی اونجا بوده و اونجا فامیلایی داشتیم و داریم، طبیعتاً نگاه ایستاتری هستن و این اون دوره دیوارهای من رو تشکیل میدن، دیوارهای کاهگلی و بافتهای زبر و خشن رو تشکیل دادن. و همونطور که گفتم خب دوره‌های جنگل و اینها هم هست، هر کدوم اینها برای من المان‌هایی از منطقه جغرافیایی خودم هست. من همیشه اینطور فکر کردم اگر من یه انسان اینجایی هستم، این اینجایی بودن در همه خصوصیات من خود به خود متجلی خواهد شد، در نحوه حرف زدنم، در نحوه رفتارم، در نحوه گفتارم و در اون چی که از من سر میزنه، در کارم خود به خود منعکس میشه. هیچ نیازی ندارم که به خودم تلقین بکنم یا به خودم سفارش بدم و سعی بکنم اینجایی یا آنجایی کار بکنم. مهم این است که من با اون چی که هستم صادق باشم و این طبیعتاً انسان این زمانی رو نشون خواهد داد. انسانی که اگر در این کشور و این سرزمین و این سنت‌ها داره نفس میکشه، همچنان نگاهی هم به جهان مدرن هست و این چی عینیتی است که اصولاً در زندگی همه ما با یک نگاه پست مدرنی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم اتفاق میفته و نیازی نبوده که من خودم به خودم سفارش بدم برای شیوه خاصی کار کردم. و اتفاقا فضای سورئال یک فضای گسترده ای هستش که امکان تجلی اون ویژگی ها رو بیشتر میده و این دایره گفتن و گفتن رو گسترش میده و من رو خیلی آزاد و رها میکنه در اون ابعاد حسی خودم بتونم بچرخم و اونها رو آزادانه تر بیان بکنم. و اگر هم به سمت سوی نسورال یا ابستراکی گاهی وقتا کشیده میشه، به خاطر اینکه واقعا مسائل حسی و قابل بیانی که باید بیان بشه از نظر من انقدر گسترده شدن که جز رفتن به سمت یک المان‌های عمومی‌تر و ابستراکت‌تر چاره‌ای برای من نمی‌ذارم واقعا. و من شرایط امروز دنیا و جهان و مخصوصا منطقه جغرافیایی خودمون رو خیلی بارور از حادثه‌هایی می‌بینم که اینها من رو به سمت اون جهان سورئالیست‌تر یا ابستراکت‌تر می‌کشونن به جای اینکه فقط به یک
نقطه یا منطقه جغرافیایی خاص بخوام اشاره بکنم. فرم‌های منحنی که شما بهش اشاره فرمودین از دوره‌های کویری من نشأت گرفتن. من خب شما می‌دونید که کویر یک شکل خیلی آرام و آرامش بخش داره، ولی یک طوفانی در دل خودش داره. طوفانی است که داره میره و اقلیم ما رو و سرزمین ما رو داره مورد تهدید قرار میده. اینها واقعیتی نیست که از اون دوره‌های کویری، از اون دوره‌هایی که خطای من خیلی منحنی‌های ملایم و خیلی عرفانی بودن خودشون رو جدا کردم و من یک جوری به دل اون قضیه رفتم و دیدم در دلش طوفانی داره، طوفانی که داره همه چیز رو تهدید میکنه، طبیعت رو تهدید میکنه، درخت رو تهدید میکنه. از اونجا شروع شدن. اما این طوفان هم عصر یا همزمان شد با طوفان‌های که داره در منطقه اتفاق میفته و خشونت هایی که در منطقه داره اتفاق میفته و زیر و رو شدن هایی که داره در جغرافیای من شکل میگیره. در نتیجه خودشون رو به نوعی از کم کم دارن از اون دوره های صرف کویری خارج میکنن و تبدیل به یک المان هایی از شرایط عینی خودمون میشن. این دوره های کاری من اسمشون دوره های هجوم هستن و هر روزم که جلوتر میره اتفاقا بیشتر به هم ثابت میشه که درست بوده واقعا این نگاه به این هجومی که داره اتفاق میفته در بعد جهان رو هم داره حتی در بر میگیره. خود هجوم این مهاجرینی که دارن میرن، خود هجومی که در ابعاد چه طبیعت، چه فرهنگ، چه سیاست و چه اقتصاد و به هر شکلی که نگاه کنیم جهان در حال یک گذروندن یک دوره هجوم هست به عقیده من. بارها سعی کردم ازشون فاصله بگیرم، نمیشه. همچنان خودشون رو، رنگشون رو، بافت زبرشون رو، خشونت رو یا نرمی خودشون رو به کار تحمیل میکنه. دوره‌های یا کارهایی که درش انسان هستن، یکی عشق رو نشون میدن و یکی رنج رو نشون میدن. اینها کاملا دو بخش خصوصیتی انسان هستن یا دو بخشی از شخصیت خود من هستن. بخشی که میتونه رنج ببره و بخشی که میتونه عشق ببرزه و دوست داشته باشه. و این چیزیست که در زندگی عینی منم منعکس بوده تا الان و هستش و باز توی اونها هم به نوعی دارم به این دوتا نیاز خودم پاسخ میدم. در حقیقت احساس میکنم رنگ های کمی به نظر سرد میاد، نیست اینطور نیست؟ این کارهای اخیر منه و خب من در این دوره های چند سال اخیر این احساس سردی رو دارم به خاطر شرایط جغرافیایی که در جغرافیای ما داره اتفاق میفته، شرایطی که در جهان ما داره اتفاق میفته. طبیعتاً رنگ‌ها تیره میشن، رنگ‌ها سرد میشن. من بارها شده که آمدم توی آتلیه به قصد اینکه با رنگ شادتر، با رنگ گرمتر کار بکنم، اما خود به خود کشیده شده به سمت اون سردی و تیرگی. حتی وقتی رنگ شاد هم رو کار بذارم اگر حالم خوب و به اصطلاح پرنشاط نباشه، اون رنگ احساس سردی میده. یا برعکس، و همون واقعا وقتی مولانا میگه که گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی گریزی نیست. هنر اونجاییست که هنرمند نمیتونه دروغ بگه. یعنی وقتی داره دروغ میگدم با صدای بلند داره میگه من دارم دروغ میگم، یعنی باز داره راست میگه. مدیومایی که من توی کارام استفاده کردم، یکی به تجربه های تکنیکی خودم برمیگرده، یکی هم چون آموزش دادم طی نزدیک به الان فکر کنم 40 سال باشه که دارم آموزشم میدم، ابزار مختلفی رو تو کارم استفاده کردم. و چون هنرمندی هم نبودم که خودم رو به یک
به شیوه خاصی فقط محصور بکنم، و طبیعتا با ابزارهای مختلفی من کار کردم و تکنیک‌های مختلفی رو خود به خود فرا گرفتم و سعی کردم فرا بگیرم، یاد بگیرم، که اینا اکثرا پیش خودم یاد گرفتم و کار کردم. خب ابزارهای مختلف رو تا الان تجربه کردم و ازش استفاده کردم و میکنم، چه تو زمینه‌های کارهای طراحی سیاه‌سفید و چه تو زمینه کارهای رنگی. از ابزارهای مختلفی تا الان من دوره‌های مداد رنگی دارم، دوره‌های رنگ روغن دارم تو زمینه رنگ، تو الان بیشتر با آکریلیک دارم کار میکنم. کار میکنه رو کاغذ کار میکنه؟ نه، همینطور که الان اینجا شما تو آتلیه میبینین رولای کاغذ بزرگی رو میبینین که به عرض 1.5 متر در طول هست. من کارهای طراحی هایی دارم با ابعاد خیلی بزرگ و کارهای رنگی روی بوم دارم که بومم هم باز بوم خاصه میرم برام درست میکنن، چون بیشتر روی بوم گونی کار میکنم به دلیل زبری تکسچرش و بافتش رو اونا عادت دارم کار میکنم که میدم برام درست میکنن و هم رو بوم کار میکنم. این بافتای خشن و زبر از خیلی سالهای جنگ و اینها تو کار من اومد و من در اون دوره های کاری، در یکی از دوره های کاریم که فیگورها رو کار میکردم برای اینکه خشونت جهان فضای بیرون رو نشون بدم، سعی کردم از بافتا استفاده بکنم و اینها همچنان در کار من ادامه پیدا کرد و اصلا یک دوره‌های مشخص کاری که مثلا اون دوره‌های دیوار و اینها، من از این بافتا خیلی استفاده کردم و میکنم و من فکر میکنم این یک جوری اون حس بخش خشن شخصیت من رو میتونه بیان بکنه، اون خشونتی رو که در موقع کار حتما بهش احتیاج دارم یا لازم هست که بیان کنم. اما از نظر تکنیکی اگه بخوام نگاه کنم، برای اینکه بافت و تکسچر یکی از عناصر بسیار مهم هنرهای تجسمی هستش و با مثل رنگ، مثل سایه روشن، مثل بقیه عناصر بصری یک عنصر بسیار گویاست و با شرایط ما هم خیلی جوره و منم از این وسیله استفاده